عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اگر انسان صحیفہ ہوئی آسر ہوئی گزشتہ رو باز کند در تاریخ بشریت عادل ترین انسان و بزرگترین شخص نجات یافته پیدا می کند که اون شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ می باشند امیر مؤمنان عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبدالعزا قریشی ادبی با دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام آوردند پس الله سبحانه و تعالی به سبب آن کس اسلام را عزت داد عمر ابن خطاب رضی الله عنه شخصی بودند که نوساز الهام بخش و موفق در امت های پیش از شما مردمانی بودند که به آنها الهام میشد و اگر در امت من یک نفر این چنین باشد او عمر ابن خطاب است حدیث با روایت امام بخاری و مسلم یعنی این در به تأکید است و این معنا که اگر در امت‌های دیگر این مسئله وجود داشته است امکان وجود آن در این امت بیشتر بود و امت اسلامی سزاوارتر به آن میباشند بنابراین هرچی انسان ایمان قویتر به الله سبحانه و تعالی داشته باشد و طاعت و فرمانبرداریش بیشتر باشد الله سبحانه و تعالی به قدر ایمان و علم و عمل صالحی که دارد او را به حق توفیق می دهد و در نتیجه عملی را انجام می دهد که گمان می کند که آن درست است به یگان دلیل از قرآن و سنت و این از مصادیق کرامت می باشد چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر در امت اسلامی شخص موصوف به این صفت باشد آن عمر است و از الهام عمر ابن خطاب رضی الله عنه چند آیت قرآن کریم درباره فکر عمر رضی الله عنه نازل شده است عمر رضی الله عنه گفت به پروردگارم در سه حالت موافق آمدم یکم پس به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم ای رسول الله اگر ما مقام ابراهیم را جای نماز قرار دهیم پس این آیت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل گردید و از جای قدم ابراهیم نمازگاه بگیرید سوره بقره آیت 125 دوم آیت حجاب که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع گردیدند و من رشک کرده به آنها گفتم اگر پیامبر شما را طلاق دهد زود است که پروردگارش برای او زنان دیگر به عوض دهد که بهتر از شما سوره تحریم آیت 5 و از هیبت عمر رضی الله عنه شیطان ها میگریختند حتی در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن قسم به آن ذاتی که جانم در دست اوست شیطان تو را در حال گذشتند از راه نمی بیند مگر اینکه راه غیر از راه تو را در پیش می گیرد حدیث با روایت امام بخاری و مسلم عمر رضی الله عنه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مسلمانان گشتند وقتی که خلیفه مسلمانان بودند حکم به عدل کردند و همچون نمونه در عدل شدند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله سبحانه و تعالی حق را بر زبان عمر و قلب او قرار داده است حدیث با روایت امام ترمذی و امام احمد عمر ابن خطاب رضی الله عنه اولین شخصی بودند که امیر المؤمنین نامیده شد و اولین شخصی بودند که سال شماری هجری را آغاز کردند و اولین شخصی بودند که بیت المال را تشکیل کردند و اولین شخصی بودند که وزارتخانه و اداره دولتی را تشکیل کردند در عهد عمر ابن خطاب رضی الله عنه دولت اسلامی خیلی وسیع گردید که آن کس خود عراق مصر و شام را فتح کردند که آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بشارت داده بودند فرمودند پس من در بین مردم از عمر دیده مردی بزرگ در سیاست امت و راهنمایی مردم ندیدم حدیث با روایت امام مسلم و عمر رضی الله عنه در روز چهارشنبه 26 ماه ذوالحجه در محراب مسجد پارت زده شد و بعد سه روز آن شهید از دنیا درگذشتند و در روز یکم ماه محرم به حجره پیامبر صلی الله علیه و سلم به پهلوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن کرده شدند.